مواظب درد خماری باش. معتادی در مورد خماری می گفت انگار جاروی خیسی را در سرمای زمستان بر بدن عریانت بکشند و دست و پایت را با طناب به دو ماشین بسته و ماشین ها در دو جهت مخالف حرکت کنند و تو در حالی که کاملا هوشیاری درد وحشتناک جدا شدن مفصل و شکستن استخوان و پاره شدن عضلاتت را تحمل کنی و از شدت درد به سرحد مرگ و جنون برسی. همچنین می گفت زمانی که درد خماری به جان معتاد می افتد حاضر است ارزشمندترین امکاناتش را به ارزانترین قیمت بفروشد، زیرا در آن لحظه هیچ گونه احساسی در مورد ارزش ها ندارد، بلکه تمام ذهنش متمرکز این است که هر چیزی را به هر قیمتی تبدیل به مواد مخدر مورد نیازش بسازد. این حقیقت تلخ را می توان در ماجرای ایسو با کاسه آش برادرش دید. ایسو گرسنه از صحرا آمد و به یعقوب گفت از گرسنگی درمانده شدم، یک کاسه آش به من بده. یعقوب گفت ارث نخست‌زادگیت را به من بفروش تا کاسه آش را به تو بدهم. ایسو در اوج درماندگی گفت ارث نخست‌زادگی چه فایده‌ای برای من دارد و تمام ارثی که مربوط به نسل‌های بعد از خودش بود را به کاسه آشی فروخت. پیدایش 25:29-34. مواظب اعتیاد به قدرت، اعتیاد به شهرت، محبوبیت، اعتیاد به مورد توجه دیگران قرار گرفتن، اعتیاد به مطرح بودن، اعتیاد چهچه و بهبه شنیدن از دیگران، اعتیاد به ثروت و منافع شخصی، اعتیاد به غرایز و خواسته ها، اعتیاد به انتقام گرفتن و حرف من را به کرسی نشاندن باشید. خماری چنین اعتیادهایی ما را به عیسوی تبدیل می کند که ناخواسته در لحظه تمام ارزش‌های انسانی و شرافت و استعداد، ایمان و فرصت‌ها و امکانات و ارث الهی و حق نخست‌زادگی را به کاسه آشی خواهیم فروخت. دوست عزیز، در عصری زندگی می‌کنیم که ادعای برادری یعقوب‌ها وسیله‌ای برای آسان‌تر و بهتر دریدن است. مواظب درد خماری باش. امروز یعقوب‌ها گرد شدند و به جای عطر برادری بوی خون گوسفندان دریده شده می دهند. به قول خواننده دوران جوانی ما، قبیله یعنی یک نفر، همخونی معنا نداره، همبستگی خوابیه که تعبیر فردا نداره. جلیل سپهر.